هزار و یک شب. داستان‌هایی برآمده از ژرفای تاریخ و تمدن و فرهنگ مشرق زمین. ترجمه عبداللطیف تسوجی تبریزی. چون شب 103 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، نخستین کسی که به نزد شرکان رسید وزیر دندان بود و بعد امیر بهرام و امیر رستم. ملک شرکان را که از اسب نگون شده بود بگرفتند و به نزد ملک ذوالمکان بردند و به جدال بازگشتند. آتش جنگ بالا گرفت و ساعت به ساعت شقاق و نفاق بیشتر می شد و زمین از خون دلیران چون دریای عمان گردید، تا اینکه شب از نیمه بگذشت و فریقین از کار و باز ماندند و از همدیگر جدا شدند و هر یک به لشکرگاه خود بازگشتند و کفار به ملک افریدون گرد آمدند و زمین ببوسیدند و رهبانان به ظفر ملک افریدون تهنیت گفتند. پس از آن ملک افریدون داخل قسطنطنیه شد و بر تخت مملکت بنشست و ملک روم به پیش او رفته با او گفت مسیح تو را یاری کرد و بازوی تو را قوی گردانید و دعاهای مادر صالحه مرا درباره تو مستجاب گردانید و آگاه باش که پس از ملک شرکان سپاه مسلمانان پاینده نخواهند بود. ملک افریدون گفت فردا که به میدان می روم ذوالمکان را به مبارزت خواسته بکشم. آنگاه جنگ ما و ایشان به انجام رسد و لشکر اسلام رو به هزیمت نهند. ملک افریدون را کار به دینجا رسید. و اما لشکر اسلام و ذوالمکان چون به خیمه ها بازگشتند، ذوالمکان برادرش را بدحال یافت و زیردندان و رستم و بهرام را طلبید. چون حاضر آمدند، حکما را نیز بهر معالجه حاضر آوردند و به حالت ملک شرکان گریان بودند و آن شب را به بیداری به سر بردند. در آخر شب زاهد گریان گریان بیامد. ذوالمکان چون او را دید بر پای خواسته دست او بگرفت و بر تن شرکان بمالید و او آیات قرآن تلاوت همی کرد تا صبح بدمید و ملک شرکان به هوش آمد و چشم بگشود و سخن بگفت. ملک ذوالمکان فرحناک شد و گفت اثر دعای زاهد پدید گشت. پس شرکان شکر عافیت به جا آورد و گفت منت خدای را که اکنون به عافیت اندرم و آن پلید
با من حیله کرد. اگر من چون برق خود را به کنار نمی کشیدم، حربه او به سینه من فرو رفته از پشت من به در آمدی. حمد خدا را که مرا از حیله آن پلید برهانید. شما احوال مسلمانان با من بگویید. زو المکان گفت: ایشان از بحر تو گریانند. شرکان گفت: من به عافیت اندرم، زاهد در کجاست؟ و زاهد به بالین او ایستاده بود. زو المکان گفت: زاهد به بالین تو ایستاده، او را نظاره کن و دست او را بوسه ده. زاهد گفت: ای فرزند، بر تو باد شکیبایی که پاداش نکو به اندازه مشقت است. شرکان گفت: مرا دعا کن. زاهد او را دعا کرد. چون روز برآمد، مسلمانان جنگ را آماده شدند و به میدان قتال بشتافتند. کفار نیز مهیای جدال گشتند. پس زو المکان یکران به میدان براند. وزیر دندان و حاجب و بهرام نیز از میان لشکر بدر آمدند و با زو المکان گفتند که ما به جای تو به میدان رویم و جانها بر تو فدا کنی. زو المکان گفت: به بیت الله الحرام و زمزم و مقام سوگند که از مبارزت این پلید باز ننشینم. پس به میان رزمگاه در آمد و جولان همی کرد که رو به میمنه آورده دو سرهنگ دلیر را از میمنه بکشت و رو به میسره آورده دو سرهنگ نیز از میسره هلاک ساخت و به میان رزمگاه به ایستاد و گفت: کجاست افریدون که تا شربت خاریش بچشانم؟ پس آن پلید تیغ برهنه به دست و ادهمی در زیر ران به میدان گرایید و به یکدیگر حمله کردند و هنرها ظاهر ساختند و به کر و فر مشغول بودند، تا اینکه ملک زو المکان به ملک افریدون هجوم کرده با شمشیر آبدار سرش را از تن بیانداخت. چون کفار این را بدیدند، همگی هجوم آوردند. زو المکان با ایشان مقابله کرده به مقاتله مشغول شدند و از هر سو خون دلیران چون سیل همی رفت و لشکر اسلام آواز به تکبیر و تحلیل و سلام و صلوات به بشیر و نذیر بلند کردند و نائره قتال شعله ور گشت. حضرت کردگار کفار را خار کرده اسلامیان را نصرت بداد. وزیر دندان بانگ به مسلمانان زد که خونخواهی ملک نعمان و ملک شرکان بکنید. پس وزیر سر خود را بگشود و بانگ بر ترکان زد. آنگاه 20,000 سوار با وزیر به یک دفعه به کفار بتاختند. کفار را به جز گریز گزیری نماند. پشت به اسلامیان کردند و اسلامیان ایشان را تعاقب کرده همی زدند و همی کشتند تا
اینکه 50,000 سوار از کفار کشته شد و بیش از 50,000 دستگیر گشتند و گروه انبوه به دروازه از ازدحام گریختگان هلاک شدند. پس از آن دروازه شهر ببستند و به فراز برج‌ها برآمدند و لشکر اسلام مؤید و منصور به سوی خیمه‌ها بازگشتند و ملک ذوالمکان نزد برادرش شرکان رفت و او را تهنیت گفت. شرکان گفت: ای برادر، همه در پناه دعای زاهد هستیم و نصرت ما به سبب دعای مستجاب اوست، زیرا که او امروز نشسته به اسلامیان دعا همی کرد. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.